به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. اعتراض هایی که 100 شهر ایران را لرزان، تظاهرات دی پارسال جنبش شد یا فرونشست؟ در ادامه برنامه، عملیاتی لو رفته یا تاکتیکی برای فریب دشمن در جنگ ایران و عراق. توییت محسن رضایی داغ کربلای 4 را بعد از 33 سال تازه کرد. تغییرات در کابینه عربستان، خودخواسته یا زیر فشار خارجی؟ وزیر خارجه جدید میگوید برای بهتر شدن دولت بود. و پیشرفت دنیای اینترنت و فناوری به سرعت برق و باد. سلام، شبتون بخیر. نگین شیراقایی هستم و من کسرا ناجی. رئیس جمهوری ایران میگوید بازگشت تحریم های آمریکا به گردن آنهاست. آنهایی که دی ماه پارسال در اعتراض به گرانی و سیاست های اقتصادی حکومت در خیابان های بیش از 100 شهر ایران تظاهرات کردند. دولتی ها میگویند جرقه را گروهی از مخالفانشان در مشهد زدند، اما آنچه معترضان را به خیابان ها آورد غم سفره هایی بود که روز به روز کوچکتر می شد. یک سال از آن روزها گذشته، اما اعتراض ها در سطوح مختلف ادامه پیدا کرده، صنفی و غیر صنفی. وزیر کشور ایران میگوید که اینها اختلاف های خانوادگی است و جای نگرانی نیست. امشب در 60 دقیقه این پرسیم آیا حکومت دردها و اعتراض ها را نادیده گرفته یا توانسته بحران زیر پوستی جامعه را مدیریت کند؟ در این باره بیشتر حرف میزنیم. اول مروری بر نارامی های دی ماه و خواسته های مردم در گزارشی از مسعود آذر. یک سال از اعتراض های دی ماه گذشت. اعتراض هایی که از نظر دامنه گستردگی در عمر جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بود. شعارها کم سابقه. شعار در قم، شهر علما و روحانیون، و صدا زدن شاه سابق ایران. پرچم ایران آتش کشیده شد. علیه رهبری ایران شعار دادند. اسم شهرهایی به میان آمد که در خبرها معمولا نیست. شهرداری فولادشهر، قهدریجان، شهری در 14 کیلومتری اصفهان. کلانتری شهر به آتش کشیده شد. کلانتری توسرکان که داره سمت معترضین تیراندازی. شهرهای توسرکان، مراغه، ایزه، ملایر، علی گودرز و ابهر از جمله دیگر شهرهایی بود که معترضان چندین روز به خیابان آمدند. اعتراض ها از مشهد شروع شد، اما کبریتی بود بر انبار بارود به وسعت ایران. محور اعتراض ها نه به گرانی و سیاست های اقتصادی حسن روحانی بود، اما به بیکاری، فساد گسترده در حکومت و دولت کشیده شد. برخی از اتفاقاتی که در این روزا در کشور اتفاق می افته، معاون اول رئیس جمهوری ایران یک روز پس از اعتراض مشهد به آن واکنش نشان داد. من مطمئنم هستم کسانی که بانی این قضایا خواهند بود دودش به چشم خودشون خواهد رفت. اونا فکر میکنن با این کارشون مثلا به دولت آسیب میزنن. امام جمعه مشهد و بخشی از محافظه‌کاران مخالف دولت متهم به راه اندازی این اعتراض ها شدند، اتهامی که رد شد. شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام نقش مهمی در گسترش اعتراض ها به شهرهای دیگر داشت. از اعتراض های سال گذشته به عنوان شورش یا طغیان طبقه فرودستان، فقرا، گرسنگان، کارگران، بیکاران و تعابیری از این دست یاد می شود. کسانی که جانشان به لب رسیده. گروه های سیاسی و حزبی از اصلاح طلبان تا سایر گروه های سیاسی با معترضان همراهی نکردند و سکوت کردند. در 15 دی ماه، یک هفته پس از اعتراض‌ها، طرفداران حکومت پس از نماز جمعه به خیابان آمدند. ساعت 4:50 بعد از ظهر
دم تئاتر شهر. درباره شمار معترضان اطلاعات دقیقی در دست نیست. وزیر کشور ایران گفته معترضان حدود 40 تا 50 هزار نفر بودند و اعتراض‌ها در یکی دو روز اول به 100 شهر کشیده شد و در 42 شهر درگیری و زد و خورد صورت گرفته و در نهایت اعتراض‌ها سازمانی یافته نبوده. بر اساس گزارش‌های رسمی در این اعتراض‌ها 25 نفر کشته شدند. شمار زخمی‌ها معلوم نیست و گزارش‌های غیر رسمی می‌گوید حدود 5000 نفر هم بازداشت شدند. در دو مرحله عده کثیری از کسانی که دستگیر شده بودند آزاد شدند. سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جان باخته‌ها با اسلحه نیروهای انتظامی و نظامی کشته نشدند. به جز 2-3 مورد از 6 نفری که در شهر درود کشته شدند و نماینده این شهر گفت کار پلیس بوده، شلیک کننده ها معلوم نیست و تحقیقاتی در این باره منتشر نشده. پیش از این اعتراض ها در شماری از شهرهای ایران تجمعهایی در جریان بود. از مال باختگان مؤسسه مالی و اعتباری کاسپیان تا معلمان و کارگران. و حالا هم نه به گستردگی دی ماه سال گذشته، اما اعتصاب ها و اعتراض های کارگری، بازاریان، کامیونداران، معلم ها و قومیت ها در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. وزیر کشور میگوید جای نگرانی نیست. دشمنان از اتفاق های ایران تحلیل غلط دارند. متفرق نشید آقایون. و دعوا یک دعوای خانوادگی است. مسعود آذر، بی بی سی. شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی از استکهلم همراه ماست و ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین. خانم محمدی، از شما میخوام شروع بکنم که به نظر شما آیا اون اعتراض های پارسال تمام شد یا هنوز هم جاریه؟ ببینید، اعتراضات پارسال به شکلی که بود تقریبا پیشبینی خیلی از صاحب نظران، من خودم حالا همین فکر رو داشتم، ولی این پیشبینی خیلی رایج بود که به اون شکل نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به لحاظ شکلی پس باقی نموند به اون شکل. اساسا مجموعه سیستمی که در جامعه بود، تشکیلاتی که وجود نداشت و عدم هماهنگی که نبود در جامعه باعث شد که اون شکل از حرکت نتونه دوام داشته باشه. اما محتوی اون که انتقاد اعتراض مدام هست به همه، در همه صنوف و در جهات مختلف، اونی که ادامه داره در اشکالی که شاهد هستین، شما در گزارشاتون دارین، در جامعه مدنی، در صنوف مختلف. این تظاهراتی که برخلاف دی ماه گذشته، دی ماه یک تلاشی وجود داشت که این تظاهراتی رو که تحت تاثیر مسائل اقتصادی و اینا بود به سرعت سیاسی کنه و به سمت‌های مشخصی ببره. اما الان تظاهرات صنفی بر صنفی بودن خودشون های فشاری میکنن، میایستن و این نوع دیگری از ادامه اعتراضات هست که به نظر من تاثیر مثبتی هم خواهد داشت. آقای آهی، نظر شما چه هست؟ فکر با خانم محمدی موافقید که آنچه ما حالا می‌بینیم، اعتراض‌هایی که حالا می‌بینیم، متفاوت هستن از اون اعتراض‌های دی ماه؟ اشکال متفاوتی هستن از همون علت. ببینین، تظاهرات دی ماه یه چیزی بود که در بطن جامعه، زیر پوست جامعه شکل گرفته بود، آنی نبود، ولی اونجا ظاهر شد به اون صورت. مهمترین بخشش یه نسل جوونیه که دیگه وعده های اون دنیای این نظام رو قبول نداره، میخواد تو این دنیا زندگی کنه، از موهبات جوامع آزاد برخوردار باشه. و ادامهش هم همونطور که خانم محمدی گفتند بیشتر شکل صنفی، مدنی، معیشتی داره، ولی باز ریشه هاش برمیگرده و همون ساختار قدرتی که اجازه نمیده این مسائل حل بشه. بنابراین تا علت مرتفع نشه، تا راه حلی برای این مشکلات به وجود نیاد، خب ادامه داره. برخورد حکومت ایران رو با
بله، برخورد حکومت ایران رو با این مسئله چطور برداشت میکنید آقای یاهی؟ یعنی به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ آیا حکومت تونسته مدیریت کنه؟ چه اتفاقی افتاد که تظاهرات دیماه تبدیل میشه، شکلش تغییر میکنه؟ شما هم معتقدید که تغییر کرده؟ ولی به باور من یا لااقل تا اطلاعاتی هم تا حدی که اطلاعاتی که دارم درون خود نظام کاملا واقف هستن که بیچاره هستن، یعنی چاره ای ندارن برای حل علت این مشکلات. حالا با شگردای امنیتی، با شکنجه، با زندان ممکنه مدتی جلوش رو بگیرن، ولی خفقان در دراز مدت راه حل نیست. این ادامه داره تا راه حلش که فقط تو فقط با تغییر اساس این جمهوری اسلامی و نهاد اصلی قدرتش یعنی ولایت فقیه است ادامه داره. خانم محمدی، نظر شما چه است؟ من برمیگردم به نکته کلیدی که در صحبت شما بود، اون هست که باید اهمیت داشته باشه و اون اینکه این که جمهوری اسلامی توانست مدیریت بکنه. این مدیریت رو اگه تو پرانتز بذاریم، به نظر من توانست به این ترتیب که این میتونست یه بزنگاهی باشه مثل سال 88 و تصویر و موقعیت حکومت رو در جهان به نوعی خراب بکنه که در سال 88 کرد و حکومت هنوزم گرفتارش هست. اما نوعی تعامل، نوعی تفاوت برخورده حکومت با اینکه این تظاهرات به سبزی و آرامی تظاهرات 88 نبود، پراکندگی که داشت و اون سکوت و اون به هر حال شکوهی که شما میدیدین در 88 وجود نداشت، حکومت اون رو در واقع میشه گفت به خاک و خون کشید. این که گفته میشه در این تظاهرات هم کسانی کشته شدن حتما هست، اما جوری نبود که بشه اطلاق کرد در گزارش شما. اما خانم بله خانم محمدی، اما خیلی ها هستن که استدلال میکنن دلیل اینکه این بار شاید خیلی از کشته ها نامشون شنیده نشد یا اون جور که در مورد 88 صحبت شد در مورد این دیماه صحبت نشد، به خاطر این بود که قشری که ازش ریختن توی خیابون متفاوت بودن، کمتر دسترسی شاید داشتن به اون دستگاه های رسانه‌ای که حرفشون رو بزنه، یا ترسیدن و جرأت نکردن بعد از زندانشون خب، وقتی پاشون شکسته شد صحبت بکنن. مبنای مقایسه شما چه هست که میگید 88؟ مبنای مقایسه من همون گزارشاتیه که شما در 88 تا کنون دادین و به قضاوت آیا مثلا میتونید روی این قضاوت رو میتونید داشته باشین که کسانی که در خیابان ریختن بی پروا کارهایی که کردن که در سال 88 مردم نکردن، با جرأت و گستاخی بسیار بیشتری به خیابون اومدن، اینها ترسیدن در حالی که گزارشاتشون خیلی بیشتر یا شاید بگیم همسنگ سال 88 همه جا منعکس بود، فضای مجازی، رسانه های مختلف در خارج از کشور داشت انعکاس میداد. چرا باید این گروهی که شجاعانه تر به میدان آمدن ترسیده باشن؟ این نمیتونه دلیل منطقی از نظر من نیست. نمیدونم شما چرا، از کجا میشه که به این استدلال برسیم، چرا باید اینها ترسیده باشن در حالی که 88 یا تمام نزدیک 8 ماه روی خیابون بودن به هر بهانه ای. مسئله ترس به نظر من نبود. بله آقای آهی، نظر شما چه است؟ بله بالکل فرق داره. 88 اونجا بود که یه دعوای درون نظام بود، یعنی بین دو تا کاندید که هر دوشون واقعا معتقد به حفظ نظام جمهوری اسلامی بودن. اون وقت جنبش 88 رهبری معینی داشت، موسوی و کروبی. این جنبش رهبری معینی نداره. این یه اعتراضیه به کلیت نظام و توی شعاراش هم میتونین ببینید. بنابراین روبرو شدن به چیزی که بله شما بله. میگین که همین اعتراض های حالا با اینکه سری نداره و نظاممند نیست، به اعتقاد شما در نهایت منجر به سرنگونی حکومت ایران میشه. چطور ممکنه جنبشی که سر نداشته باشه، برنامه ریزی نداشته باشه، به این هدف برسه؟ هزار موردش دیده شده. شما تونس رو نگاه کنین، مصر رو نگاه کنین. اتفاقا امروز خیلی برای اینی که نظام توتالیتر میتونه بکشه یه آلترناتیوی رو، بخصوص اگه درون کشور باشه، اون اعتراضات بدون رهبری معین هستن که رشد پیدا میکنه با کم شدن توان نظام برای حل ریشه این مشکلات.
منتها خطر هم اینجاست، یعنی اینجاست که واقعا مسئولیت نخبگان کشور، فرهیختگان و مردان سیاسی، زنان سیاسی کشور است که یه رهبری رو به وجود بیارن که این اعتراضات رو به ریشش وصل بکنه و علت سیاسیش رو که ساختار قدرت است رو هدف قرار بده. اگر نشه میتونه تبدیل به یه فروپاشی بشه که دور باطل آنارشی و فاشیسم رو که از درون اون آنارشی در میاد رو تکرار کنه. این خیلی خیلی موارد اتفاق افتاده که بدون یه رهبری فروپاشی میشه. بله خانم محمدی، شما نظرتون چه هست؟ آقای آهی معتقدن که در نهایت اعتراض هایی که حالا وجود داره منجر به فرو ریختن حکومت جمهوری اسلامی میشه، آیا موافقی؟ یک سوال خیلی بسیطه. من به مثال آقای آهی برمیگردم که مستقیما در پاسخ به پرسش شما استدلال کردن و اشاره کردن به کشورهای عربی و اتفاقی که اونجا افتاد. اتفاقی که اونجا افتاد کاملا برعکس ایران. شما نگاه میکنید که میان مردم تو خیابون و دیگه بر نمیگردن و وسعتشون میلیونی هست. این ادامه داره تا اون سقوطی که آقای آهی بهش اشاره میکنن یا انتظارشو دارن. و آقای دیما این انتظار رو در اپوزیسیون به ویژه در خارج کشور به وجود آورد، ولی خابیدن اون جریان و تغییر شکلش به اعتراضات مدنی فعلی کاملا این امکان رو از میان برد و منتفی کرد. اما قبول ندارید که ریشه، همونطور که آقای آهی میگن، ریشه اعتراضی که اون وقت مطرح شد هنوز هم مطرحه. بحث معیشت مردم هنوز هم بحث مردمه، معلومه و بیشتر شده، در این شکی نیست. اصلا در این که مخالفان دولت کلید زدن در خراسان این مسائل شکی نیست، ولی از چه کسانی استفاده میکنن؟ از کسانی که واقعا مشکل داشتن، یعنی این که مردم مشکل معیشتی اقتصادی دارن. و بهتر از من شما میدونید که به نوعی دنیا الان مشکل اقتصادی داره، درگیری هست و تفاوت وضعیت فعلی، اونچه که در نگاه آقای آهی با من فرق میکنه اینه که مردم ایران در شرایط کنونی میدونن که در کجای تاریخ و کدوم منطقه و در چه مرحله ای از گذار تاریخی جهان قرار دارن. میدونن که با سقوط الان مسئله ترس اصلا نیست، چشماندازی وجود نداره. این چشمانداز رو نمیشه در خارجه به وجود آورد. رهبری رو که اونجوری که آقای آهی میگن نمیشه ایجاد کرد. جنبشی که تعمیق بشه از درون خودش و دقیقا از درون خودش رهبری به بار میاره و اون رهبریه که نوع تغییر نظام رو که هر نظامی خواهد رفت، نظامی پاور همه نظام ها همین سرنوشت رو دارم، به ویژه نظام‌های غیر دموکراتیک نظیر اونچه که در شرق می‌گذره، رهبری اون وقت هست که با کمک جامعه مدنی میتونه جلو بگیره از فاجعه‌ای که در انقلاب بهمن اتفاق افتاد، میشد که اون اتفاق نیفته. بله. و میتونه که حالا به اونجا هم منتهی بشه. به نظر میاد که رهبری در درون جامعه ایران شکل میگیره و عاقلانه و عامدانه امتیازهایی رو که باید از حکومت میگیره و به عقب نشینی. آقای آهی، اگر شما بخواید جنبنده بکنید، شما میگید که خیلی مهمه که گروهی پیدا بشه که بتونه بعد از حکومت ایران، میخوام این نگاه به آینده رو کمی بازتر بکنید برای ما. اگر بتونید در یک دقیقه یک جنبندی بدید که به نظر شما از اینجا به بعد به کجا میریم؟ سال دیگه آیا داریم راجع به فروکش کردن کامل این جنبش حرف میزنیم یا با معادله متفاوت روبرو هستیم؟ ببینین، درسته که رهبری باید در ارتباط با بطن جامعه باشه، ولی یه کاری هست داخل کشور میشه انجام داد، اون تدابیر میدانی هست، همین اتفاقاتی که داره اتفاق میفته، یه کاری رو نمیشه داخل کشور انجام داد. ببینین، نظام های توتالیتر هر نهاد مستقل خودشونو، حتی پایگاه های طبیعی اجتماعی خودشونو از بین میبرن به صورت مستقل، همونطوری که استالین نهادهای کارگری رو مستقل از خودش از بین برد و حتی در جمهوری اسلامی روحانیت کمتر استقلال داره تا در زمان پادشاهی قبلش، اینا رو از بین میبره. این کارا رو یه جاهایی بهتر میشه انجام داد که تحت کنترل مستقیم نظام نباشه، جایی که مردم بتونن آزادانه دور هم جمع بشن صحبت کنن، اون خارجه.
جایی که بتونن به رسانه‌های یک به چند میلیون مثل همین بی بی سی که الان داریم ازش صحبت می‌کنیم صحبت بکنن. بنابراین اینا مکمل هم دیگه هستن، دست به دست هم دیگه باید بدن تا یه چیزایی که الان جدا از هم داره عمل میکنه به عنوان اعتراضات گوناگون هست به هم وصل بشن و بپردازن به ریشه اصلی این مشکل. اون وقت که الگوی مشخص در مقابل این نظام قرون ظلمت ارائه داده میشه به جامعه به عنوان راه حل. سپاسگزار از شما شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی از استکهلم سوئد همراه ما و همینطور ملیحه محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از برلین آلمان. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ ایران و عراق درباره کربلای چهار جنجالی شده، یکی از خونین ترین نبردهای جنگ 8 ساله ایران و همسایش. فرمانده وقت سپاه پاسداران محسن رضایی در توییتی نوشته کربلای چهار عملیاتی انحرافی بود برای فریب دشمن و آماده کردن زمینه برای عملیات بعدی، یعنی کربلای 5. در شبکه‌های اجتماعی منتقدان زیاد آقای رضایی از او پرسیدن اگر کربلای 4 به گفته او برای فریب دشمن بود چرا هزاران نفر کشته به جا گذاشت و بیش از 10,000 مجروح و مفقود. در این باره گفتگویی خواهیم داشت. ابتدا گزارشی از مهرزاد کهن‌روز درباره نبرد کربلای 4. شب عملیات است، عملیاتی سرنوشت ساز. کربلای 4 با رمز محمد رسول الله در محور ابوالخصیب بصره عراق. بچه های گردان انبیا آماده می شوند. چهره ها بشاش، نمی دانند چه کابوسی در انتظارشان است. صبح روز بعد ایران رکب خورد. عملیات لو رفته بود. چند هزار نفر کشته یا به قول ایرانی ها شهید شدند. همین آب اروند صحنه هایی رو دیدیم که به خدا هر وقت میام اینجا فقط من میمیرم و زنده میشم. قایق اول که اومد رو این آب، اون ساحل عراقی ها برای ما علامت میدادن، علامت های خود ما ها. بچه ها با چه اشتیاقی قایق ها به سمت نور حرکت میکرد. عراقی هم آماده بودن، RPG-11 ها، 106 ها، RPG-7 را آماده کرده بودن. این بچه های بیز پناه وقتی نزدیک اینا میشدن اینا با RPG میفتن به جون بچه های ما. فقط صدای فریاد بچه ها یا حسین یا زهرای بچه ها بلند و بچه هایی که داخل آب میفتن و با آب میرفتن. آیق اول همشون رفتن زیر آب. آیق دوم خودم دیدم همشون تیکه تیکه شدن. نمیدونم قایق سوم یا چهارم ما بودیم که اومدیم رو آب. یک کاری رو من داخل قایق ما. 30 سال بعد بزرگترین شکست ایران در 8 سال جنگ با عراق هنوز در اذهان زنده است. دردآورتر برای ایرانی ها این که خط شکنان این عملیات ده ها غواص یا در آب تیر خوردند یا با دست بسته تیر باران شدند. معمای این عملیات چه بود؟ چرا با علم به لو رفتن عملیات فرماندهان جنگ سعی در ادامهش داشتند؟ در نزدیکی پاسگاه شلمچه که بیش از چند ساعتی از تسخیر آن نمی گذشت دو دیدگاه، جنگ جنگ تا سرنگونی صدام حسین، جنگ جنگ تا رسیدن به یک پیروزی برای خاتمه نبرد با عراق. سپاه طراح عملیات سرنوشت ساز کربلای 4 و 5 به این نتیجه رسید باید بصره را گرفت فارغ از هزینه آن. ایران میخواست غافلگیر کند، غافلگیر شد. فرمانده سپاه در روزهای جنگ حالا میگوید کربلای 4 طبق برنامه پیش رفته. با عملیات کربلای 4 به دشمن وانمود کردیم که عملیات سالانه ما تنها همین بوده است. 10 روز بعد در همان نقطه و در زمانی که نیروهای ارتش بعثی به مرخصی رفته بودند عملیات کربلای 5 را انجام دادیم. عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد. فرمانده سپاه پاسداران ایران در زمان جنگ زخمی کهنه را باز کرد. منتقدان تعداد بیشماری از ایرانی ها از جمله خانواده قربانی های عملیات کربلای 4 و کسانی که در جریان امور در آن روزها بودند میپرسند
چرا باید برای عملیات به قول آقای رضایی فریب 1000 تن کشته می شدند؟ حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است. او آقای رضایی را با نام فرمانده عملیات فریبنده می خواند. با این پیام: فرمانده عملیات فریبنده، بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از زمین تا آسمان است. شما تا به حال در قامت یک قهرمان ملی جلوه کرده اید، اما اکنون با این سخنان در باب آن عملیات تلخ دیگر نمی توانید پشت نام سرداران شهید پنهان شوید. باید خود را برای سوالات سخت آماده کنید. سوالات سخت مخاطب دیگری هم دارد، اما او در قید حیات نیست. فرمانده جنگ در زمان عملیات کربلای 4، اکبر هاشمی رفسنجانی. عملیات خیلی حساس بود. چند ماه تبلیغات کردیم. شب را در پایگاه امیدی ماندم. آنجا بود که خبر لو رفتن عملیات را شنیدم. من و آقای رضایی تصمیم گرفتیم همین الان فلش دوم را عملیاتی کنیم و نگذاریم نیروها برگردند. به همین دلیل به گونه این خبر را اعلام کردیم که این یک عملیات فریب بود. یعنی این گونه آن تبلیغات را خنثا کردیم. ایران برای کندن تکه ای از عراق به عنوان برگ برنده چه هزینه ها که نداد؟ میگویند هدف وسیله را توجیه می کند. حتی در کربلای 5، پرتلفات ترین عملیات تاریخ جنگ ایران عراق، ایران نتوانست به رویای خود تصرف بصره برسد. کربلا، کربلا، ایران ماند و یاد شهید و شهدا و آرزوی رسیدن به کربلا و ناکام در رویای تصرف بصره. کربلا هرن حق است. مرصاد کوهنوز، بی بی سی. همکارم حسین باستانی که در مورد جنگ ایران عراق مستند مفصلی هم تهیه کرده اینجا در استودیو با ماست. حسین، توییت های آقای رضایی حساسیت زیادی ایجاد کرده. ببینید، ادعاهایی که آقای رضایی مطرح کرده جنسش از جنس ادعاها و مطالبی هستش که در طول دهه ها از طرف متولیان رسمی روایت جنگ عنوان شده. یعنی شما تعداد زیادی از مؤسسات، پژوهشکده‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های فیلمسازی و امثال اونها رو دارید که در طول این دهه‌ها از این جنس روایات به صورت انبوه تولید کردن. منتها خب نکته‌ای که بود اینه که آقای رضایی به هر حال این رو در رسانه‌ای متفاوتی بیان کرد که امکان واکنش مخاطب وجود داشت. شاید جالب باشه که مدت کمی قبل از اینکه آقای رضایی این دو تا توییت رو بزنه و این همه واکنش ایجاد کنه، در واقع مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس یه گزارش مفصلی راجع به عملیات کربلای 4 منتشر کرد. همین اخیراً که پر از ادعاهای عجیب و غریب بود دیگه. اون رو حالا غیر از حالا بعضی از شاید مثلا متخصصین و کسانی که حالا موضوعات جنگ رو جدی‌تر دنبال می‌کردن، کسی ندید نه متوجه شد. ولی وقتی که آقای رضایی اومد همین حرفا رو در یک رسانه که این رسانه دیگه همه بهش دسترسی دارن و میتونن جواب بدن، چون قبلا این شکلی بود که به هر حال پروژه های عظیم تولید میشد، سریال های چند ده قسمتی، فیلم های سینمایی، پژوهش های بزرگ، و در طول این مدت واقعا اغراق نیست اگر بگیم که صدها میلیارد خرج شده صرف تولید اینجور روایت ها. افرادی در اینجور مؤسسات مشغول به کار شدن، خونه زندگی تشکیل دادن، بازنشسته شدن، کماکان این تولیدات ادامه پیدا کرده، ولی خب مخاطبان که امکان نداشتن به اونها واکنششون بدن یا سوال کنن. در تریبون‌ها یک طرفه، در تلویزیون، در خبرنگاری، در توییتر میتونه. آقای رضایی شاید اشتباهش این بود که اینو توییت کرد. یعنی جایی که دیگه همه شهروندا انگار برابرن با هم و از موضع برابر میتونن سوال کنن و به چالش بکشن. و خب نتیجه‌اش دیدیم که به چه صورت شد و در چه حدی سوال‌ها مطرح شد. و خب خیلی از کسایی هم که واقعا شهروندایی که در واقع از جاهای مختلف به چالش کشیده بودن، رفته بودن، گشته بودن، از لابلای سطور اسناد چیزایی کشیده بودن بیرون که حتی برای خیلی از محققان جالب بود. حالا معلوم هست که بالاخره چه گذشت، چرا اگر این داستان یک فریب بوده، یک عملیات انحرافی بوده، این همه کشته و مجروح و مفقود به جا گذاشت. خب فریب نبوده. یعنی این چیزی که آقای رضایی گفته خب صحت نداره. ببینید،
بعد از عملیات کربلای 4 شاید رایج‌ترین بحث در ارتباط با این عملیات این بوده که چطور شد که عملیات لو رفت، چون روایت غالب تا حالا این بوده که لو رفت حتی در سطح دستگاه‌های حکومتی. خب بخشی از داستان البته خیلی پیچیده نبوده، به این خاطر که عملیات‌های بزرگ ایران مخصوصاً در خوزستان و مخصوصاً به سمت بصره اینا یک الگوی زمانی خاصی داشته، عمدتاً اینها در فصل زمستان انجام شده، حداقل بعد از عملیات رمضان که اولین هجوم ایران برای گرفتن بصره بود، عملیات ایران در جنوب معمولاً در این مقطع زمانی خاص انجام شده به دلایل مختلف. یکی این که به هر حال خب خوزستان به خاطر وضعیت آب و هواییش طبیعتاً زمستان انجام عملیات راحت‌تر هست تا فصل‌های گرم‌تر، و یکی دیگه هم این که به هر حال ستون فقرات نیروهای ایران بعد از ورود به خاک عراق حداقل نیروهای داوطلب بسیجی بودن که خیلی‌هاشون از مناطق روستایی ایران میومدن. در نتیجه اون زمانی که داوطلبانه میتونستن در جبهه حاضر باشن بستگی به تقویم کشاورزی ایران داشت، و چون زمستان زمانی بود که اونها سرشون خلوت‌تر بود راحت‌تر میتونستن زمین رو ترک کنن، زمستان همیشه یک زمانی بود که عملیات بزرگ ایران معمولاً در اون زمان انجام میشد. یعنی حالا بعد از عملیات رمضان مثلا عملیات والفجر مقدماتی در بهمن 61 انجام شد، عملیات والفجر یک دوباره به سمت بصره، حالا بلافاصله بعد از زمستان در نوروز 62 انجام شد، عملیات خیبر در اسفند 62 انجام شد، عملیات بدر در اسفند 63 انجام شد. این دوتا عملیات کربلای 4 و کربلای 5 اینها در دی 65 انجام شدن. اینی که در اون زمستان قرار یک عملیاتی انجام بشه، این اتفاق این خیلی چیز عجیبی نبود، همه میدونستن که قراره در زمستان عملیاتی انجام بشه. به ویژه قبل از عملیات کربلای 4 خود مسئولان ارشد ایرانی جوری رفتار کرده بودن که همه دنیا فهمیده بودن این اتفاق قرار بیفته. مثلا 3 هفته فقط قبل از عملیات کربلای 4 100,000 نیرو رو با تبلیغات فراوان ایران جمع کرد در استودیو مازدی، برای اولین بار بود که در این حجم همچین اتفاقی میافتاد. آقای هاشمی رفسنجانی رفت سخنرانی کرد، شعارها به سمت این بود که یک حمله دیگه میکنیم جنگ رو تموم میکنیم، یعنی یک حمله بزرگ انجام میدیم، و بعد نیروها از همونجا در واقع با اتوبوس ها را افتادن به سمت خوزستان. من اینا البته تصدیق میکنم، نه که یک حمله میکنیم جنگ رو تمام میکنیم به صورت شعار، ولی برنامه ایرانی ها این بود، با اتوبوس ها را افتادن به سمت خوزستان. عراقی ها هم طبیعتا مثل بقیه اینا رو میدیدن، میفهمیدن که به زودی قراره عملیاتی اتفاق بیفته، اما دم عملیات که میرسه دیگه نشانه ها در این حد بود که روایت های متعدد سپاهیانی که حاضر در اون عملیات بودن حاکی از اینه که همه میدونستن که عراقی ها کاملا واقف هستن به اینکه ایران قراره در چه زمانی و در چه مکانی عملیات انجام بده، تا حدی که خود آقای محسن رضایی این رو گفته در واقع در کتابی که خاطراتش در اون ذکر شده که گفته تا 1 هفته مونده به عملیات میزان غافلگیری 80% بود، شب عملیات رسید بود 50%. معنی سادهش اینه که 50% میدونستن عملیات لو رفته، احتمالا اگر کسی 50% بدونه که پولش رو در یک بانک میذاره از بین میره این کار رو نمیکنه، ولی عملیات رو با وجود یک همچین ریسک بالایی انجام داده. و چرا امروز تاکید بر این که این یک عملیات چیز بود، برای فریب بود؟ چرا تاکید؟ توی همین در واقع گزارشی که قبلش هم قبل از این مصاحبه پخش شدم شما دیدید دیگه، بعد از عملیات آقای رفسنجانی روایت کرده که میشینن ایشون و آقای محسن رضایی، خب شکست بزرگی بوده دیگه، که ببینیم چیکار بکنیم. میگه قرار گذاشتیم بگیم که خب این یک عملیات فریب بوده. حالا اون چیزی که دیگه همه میدونن که قرار شده بوده اینجوری بگه، الان بعد از مدت بیش از 30 سال انگار که دیگه آقای رضایی باورش شده که واقعا همچین اتفاقی افتاده، و این رو خب اشتباهی کرد که توییت کرد. حسین خیلی ممنون از شما. حسین باستانی همکارمون اینجا در استودیو. ابراهیم اصاف وزیر خارجه جدید عربستان سعودی میگوید فشارهای بین المللی دلیل تغییر تازه در کابینه این کشور نبوده، و میگوید که هدف از این تغییرات تنها بهبود کارایی دولت بود. ملک سلمان پادشاه عربستان 2 روز پیش عادل جبیر را از وزارت خارجه این کشور برکنار کرد و ابراهیم اصاف را جایگزین او. عربستان اخیراً به دلیل قتل جمال خاشقجی در کنسولگری این کشور در ترکیه زیر فشار کم سابقه بین المللی بوده. با این حال آقای اصاف میگوید که کشورش در بحران قرار ندارد. مسئله جمال خاشقجی واقعاً همه ما رو ناراحت کرده. دولت در این باره اقدامات جدی رو انجام داده، اما در مجموع ما دچار بحران نشدیم.
ما در حال تغییر هستیم و این تمام کشور رو در بر میگیره. چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و مسائل دیگه. برای وزارت خارجه هم تغییری داره اتفاق میفته که در مورد سایر وزارتخونه‌ها اتفاق افتاده و خواهد افتاد. صحبت‌های ابراهیم اسحاق رو شنیدید. اینجا کیوان حسینی همکارم در استودیو خبر رو دنبال کرده. کیوان، کمی بیشتر راجع به خود شخصیت آقای اسحاق اول برامون بگو. آقای الاسحاق یک چهره شناخته شده بین‌المللی هست از سوی عربستان سعودی برای کسانی که امور عربستان رو دنبال می‌کنن. دلیلش هم این هستش که ایشون سابقه خیلی درازی داره در دستگاه دولتی عربستان. در دهه 80 میلادی نمایندگی کشورش رو در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر عهده داشته و بعد با همین پیشینه برگشته ریاض در دهه 90 میلادی و بعد از دوره کوتاهی که معاون رئیس کل بانک مرکزی عربستان بوده به عنوان وزیر مشاور وارد هیئت دولت یا همون مجلس الوزرای عربستان شده و در سال 1996 به سمت وزارت دارایی رسیده که سمت مهمی هست و بیش از یعنی نزدیک به 20 سال در این سمت باقی مونده تا سال 2017 که در جریان این برخوردی که محمد بن سلمان با فساد کرد اونطوری که میگفت در جمع برخی از شاهزاده ها و مقام های سابق عربستان سعودی دستگیر شده. دقیقا نکته جالب اشاره کردی که فردیه که خودش به فساد مالی محکوم بود. الان معنی انتخابش چی میتونه باشه؟ ببین، از زمانی که جمال خاشقچی قتلش اتفاق افتاد گمان زنی های زیادی منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از راههایی که عربستان بخواد چهره خودش رو بهبود ببخشه این هستش که تغییراتی انجام بده و این پیام رو بفرسته که برای محمد بن سلمان محدودیت‌های ایجاد شده. این فقط یک گمانه‌زنی بود که در نهایت ما هنوز دقیق نمی‌دونیم که آیا اتفاق افتاده یا نه، اما چیزی رو که می‌دونیم این هستش که آقای الاسحاق نزدیک به محمد بن سلمان نیست، به خاطر اینکه ایشون در جریان همون دستگیری‌ها خودش مدتی رو بازجویی شده و هرچند که حالا بی‌گناه تشخیص داده شد و در نهایت به قدرت بازگشته، ولی این نشون میده که در جمع نزدیکان آقای محمد بن سلمان یا شاهزاده محمد اونطور که برخی میگن نیست. یک روی دیگر این تغییر هم البته عادل الجبیر هست، وزیر خارجه قبلی که کنار گذاشته شده. دقیقاً بیا کارنامه اون رو هم یک بررسی گذرایی بکنیم اگر فرصت در عرض یک دقیقه این رو بگی. در سیاست خارجی دوران عادل الجبیر عربستان سعودی همواره با بحران‌های دیپلماتیک زیادی روبرو بوده، از بحران قطر، مشکلی که با کانادا پیدا کردن، جنگ یمن، حتی روابطشون با ایران به بدترین دوران خود دوران روابط ایران و عربستان رسیده و حالا قتل خاشقچی که خب ضربه خیلی جدی به چهره عربستان سعودی در سطح جهانی زد. ولی خب خیلی هم این بحث رو مطرح میکنند که آقای جوبر شخصا در تمام این مسائل مقصر نبوده و انگشت اتهام رو متوجه محمد بن سلمان میدونند. حالا محافلی هستند در رسانه‌های عربی این هم بازتاب داشته که با کنار گذاشتن عادل الجبیر این گونه به نظر میرسه که محمد بن سلمان انگار میخواد حالا همه کاسه کوزه‌ها رو سر عادل الجبیر بشکنه و اون رو سرزنش بکنه برای تمام این همه بحران‌هایی که در این مدت کوتاه رخ داده. ولی باید ببینیم که در ادامه چه خواهد شد و تا کمتر از 6 ماه نمیشه مطمئن بود که آیا تغییر جدی در سیاست خارجی عربستان اتفاق افتاده یا نه. نکته مهم الان اینه که این تنها تغییر کابینه عربستان است. تغییرات بیشتر از اینها بوده. اگر بتونیم مهمترینش رو بگید، چون به هر حال فکر کنم اون تصویر بهتری بده که آیا طرفداران آقای سلمان دارن میان به قدرت یا مخالفانش. این سوال خیلی خوبیه نگیم، به خاطر اینکه اینجاست که دقیقاً ما میتونیم بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. مهمترین تغییر اون هستش که عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز که پسر همون بندر بن عبدالعزیز هستش که سفیر آمریکا بود، سفیر عربستان بود در آمریکا برای دوره خیلی طولانی، ایشون شده رئیس گارد ملی یا ارتش سفید. برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده، یه وزیر خارجه تغییر کرده که نزدیک به محمد بن سلمان نیست و یک نفر دیگه از جوانهای 32 ساله نزدیک از حلقه محمد بن سلمان شده رئیس گارد ملی. میتونیم بفهمیم که اینجا چه مصالحه‌ای اتفاق افتاده. به ویژه اینکه بدونیم گارد ملی یکی از سه نهاد مهم نظامی عربستان هست که برای دفاع از مرزها یا جنگیدن با دشمن خارجی تشکیل نشده. یکی از وظایف بسیار مهم گارد ملی محافظت از خاندان آل سعوده. شما اگر که در عربستان سعودی ولیعت هستید و گارد ملی رو نداشته باشید توی جیب خودتون، واقعا شانس این که در عین این همه مخالفت‌هایی هم که داره باهاتون میشه از طرف محافظه‌گارا بخواید پادشاه بشید خیلی کم هست. برای همین محمد بن سلمان برای اینکه شاه بشه در نهایت حتماً گارد ملی رو همیشه در طرف خودش نیاز داره و الان اون رو تا اندازه‌ای به دست آورده، هرچند که شاید این پیام فرستاده شده باشه که یه چهره بوروکراتیک محافظه‌کار رو گذاشتن برای وزارت خارجه.
و در نهایت میشه گفت که بن سلمان داره میبره یا میبازه؟ دشوار هست، ولی میشه گفتش که از ماجرای جمال خاشقچی اینطوری که به نظر میاد در نهایت عبور کرده و این بحران رو تا اندازه زیادی پشت سر گذاشته. و این نکته مهم دیگری هم که وجود داره این که هم تونسته حمایت واشنگتن رو داشته باشه برای اینکه پادشاه بعدی عربستان سعودی بشه و هم مسکو رو. ممنونم کیوان حسینی همکارم اینجا در استودیو. هم آموس اوز، فعال صلح و رمان نویس مشهور اسرائیلی، در پی ابتلا به سرطان در 79 سالگی درگذشت. آقای اوز نویسنده رمان پرفروش قصه عشق و تاریکی بود که 3 سال پیش ناتالی پورتمن بازیگر هالیوود آن را به تصویر کشید. آقای اوز برنده جوایز بین‌المللی زیادی بوده، از جمله جایزه فرهنگی اسرائیل، جایزه هاینریش هاین آلمان و نشان لژیون دونور فرانسه. او یک بار هم نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. دلیل دیگر شهرت او حمایتش از ایده وجود دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم بود. عباس معروفی نویسنده و منتقد ادبی از برلین با ماست. آقای معروفی، دنیای ادبیات شخصیت بزرگی را از دست داد، شما چه شناختی از او دارید؟ من سلام میکنم اول به بینندگان، عرض کنم که به دلیل اینکه تشابه اندیشه به خصوص تو اندیشه های سیاسی من خیلی بهش ارادت داشتم و این نوع تفکرش، برای اینکه نویسنده‌ای که در این منطقه بزرگ میشه و در این منطقه میباله با خب نویسندگان غربی متفاوت هست از دید من، در بحران، در میدان جنگ در واقع داره می نویسه، قلم می زنه و ما همه توی همچین منطقه‌ای بزرگ شدیم. ولی وقتی اندیشه ای رو چنین آزادی خواه و چنین لیبرال و دموکرات می بینی که به نفع دو طرف همیشه خودش رو قرار میده، هم جای فروشنده و هم جای خریدار، اون وقت به ابعاد انسانی نزدیکتر میشه. به خصوص که این نویسنده باز هم یکی از ویژگی های نویسنده ژاپنی ما که اونم نویسنده محبوب من کازو ایشیگورو، هر دوی اینها یک ویژگی خوب دارن که هر دو بسیار عمیق در داستایفسکی غوطه‌ورند. کازو ایشیگورو بیشتر با مینیاتورهای ژاپن داستایفسکی رو رنگامیزی میکنه و اوز در واقع با تورات و چیزهای زیبایی که از تورات میگیره، بخشهای به خصوص بخش نفرین، بخش انتقام، بخش سحر و جادو و فریاد قربانی پیش از واقعه که بعدها ادامه پیدا میکنه اگر تو پسر خدایی به او سنگ نان شود، و این طلب جادو و این یک رابطه زمینی آسمانی همراه با اون تکنیک ها و قدرت داستایفسکی ازش نویسنده توانایی میسازه که خب در ادبیات به خصوص مثلا ادبیات ایران این قدرت غایبه. اینو میخواستم ازتون بپرسم، در ایران چقدر معروف بود؟ من شنیدم که فقط یکی از کتاب های او اجازه نشر گرفت، درسته؟ یکی از کتاباش، و اون هم من شنیدم که با سانسور در واقع این کتاب در اومده، ولی خب متاسفانه ما در جای خوبی زندگی نمی کنیم، یعنی نویسنده رو به قلمش، به اندیشه زیباش قضاوت نمی کنیم، به کشورش، به رنگ لباسش، به پوستش، به خیلی چیزهای دیگه اول قضاوت می کنیم. و دارید میگید به خاطر اینکه اسرائیلی بود کتابش اجازه نشر نگرفت؟ همون اسرائیلی بودن خودش یک مسئله است، یعنی ما اینو تو ورزش هم داریم و متاسفانه در جایی زندگی میکنیم که نمیتونیم ببینیم مثلا نویسندگان بزرگی مثل اوز یا مثلا برنارد مالاموت، سال بلو و فیلیپ راس، نویسندگان یهودی هستند که از درون در واقع دارن خودشون رو نقد میکنن و این اصلا کلن برای گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها به نظرم لازمه. یکی از زیباترین داستان هایی که تو این سال ها تکان سال 63 منتشر شده از برنارد مالاموت به نام پرنده سیاه، که یک آقایی داره با زنش و پسر 10 ساله شام میخورن
بعد یه پرنده سیاه کثیفی میاد تو و میگه این کی اومد، چی شد، این چیه؟ میگه من یه پرندم و میاد تو و آروم آروم وارد این زندگی میشه. در واقع اون بحث اسرائیل رو مطرح میکنه مالاموت و ما این نوع ادبیات رو تو کشورمون در واقع غیبتش رو حس میکنیم به خاطر همین انگی که روی نام ها هست. و خب از یکی از نویسندگان درجه یک خاورمیانه است که به نظرم باید بهش توجه بشه و البته الان توجه سوی فرهنگ و ادبیات نیست، بیشتر در واقع کسانی که در لوای مبارزه با صهیونیسم به پروار کردن تروریسم منطقه مشغولن و خب میدونین دستاوردی جز ورشکست کردن ملت و میهنشون ندارن و نتیجه این سنگپرانی ها و این پولشویی ها و این موشک جواب موشک تهش من بهتون عرض کنم پوشک جواب پوشکه. من معتقدم دستاورد تلاش این نویسندگانی مثل اوز یا فیلیپ راس یا مالاموت واقعا ارجمندتر و انسانیتر و بالاتر و ماناتر از شعارهای مردم فریب و ویرانگر گروه های مثل حماس و نمیدونم حزب الله و مدافعان حرمه. چند کلمه بفرمید از موضع سیاسی او. کسی بود که خب با بنیامین نتانیاهو در مقابلش بود، کسی بود که فکر میکرد که اسرائیل و فلسطین میتونن در کنار هم به صورت دو کشور همزیستی داشته باشن. من به همین دلیل خیلی دوستش داشتم به خاطر اینکه یک دوست دیگر هم دارم آبراهام بورگ، اون هم همین جور فکر میکنن، نویسندگان و منتقدان معروف اسرائیل. اینا یک نوع اندیشه زیبا دارن که بابا ما دو تا ملتیم، دو تا کشوریم و یک کمی دردناک هست ولی کشنده نیست این صلح. یعنی حرفش خیلی راحت اینه که این دردناک هست این صلح ولی کشنده نیست و تا اونجایی با این صلح و این دو ملت همراه و هم دله تا اونجایی که کسی نگه اسرائیل باید نابود شود. یعنی وقتی میگن اسرائیل باید محو شود این نویسنده هم میره اون بر و موضع میگیره همچنان که من همینجوری فکر میکنم. آقای معروفی خیلی ممنون از شما از وقتتون. عباس معروفی نویسنده و منتقد عربی ادبی از برلین با ما بود. متشکرم. از فعالیت‌های سایبری ایران و روسیه تا حریم خصوصی افراد و سوء استفاده شرکت‌ها از اطلاعات شخصی کاربرانشون، جهان اینترنت و فناوری سالی جنجالی رو پشت سر گذاشت. بهرنگ تاجدین مروری کرده به مهمترین اتفاقات دنیای فناوری در سالی که گذشت. 2018، سالی که بزرگترین شبکه اجتماعی جهان مجبور به عذرخواهی شد، سامسونگ نخستین گوشی با صفحه نمایش تاشو را به نمایش گذاشت، حباب رمز ارزها ترکید و فعالیت ایرانی ها بارها تیتر رسانه ها شد. در طول سال چندین بار چشم ها به فیسبوک و مدیراملش دوخته شد. مارک زاکربرگ متهم بود از استفاده احتمالی روسیه و دیگران از این شبکه اجتماعی برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا و نیز همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چشم پوشی کرده. مشخصه که ما به اندازه کافی برای جلوگیری از استفاده آسیبزا از این ابزارها تلاش نکردیم. استفاده برای اخبار دروغین، دخالت خارجی در انتخابات یا سوء استفاده از اطلاعات مردم. ما به مسئولیتمون توجه کافی نکردیم و بابت این عذر میخوام. کمبریج آنالیتیکا، شرکت مشاور سیاسی که در کانون این رسوایی ها بود، اول ماه مه تعطیل شد. شرکتی که از اطلاعات 87 میلیون کاربر فیسبوک برای هدفگیری دقیق رای دهندگان در این دو رای گیری استفاده کرده بود. کریستوفر وایلی، کارمند پیشین کمبریج آنالیتیکا، نقشی کلیدی در افشای نقش این شرکت در همه پرسی برگزیت داشت. وقتی شما یه اطلاعاتی رو روی فیسبوک یا هر شبکه اجتماعی دیگه میذارید، کسی حق نداره بدون اجازه ازش استفاده کنه. کمبریج آنالیتیکا اطلاعات مردم رو بدون اجازهشون برداشته و ازش سوء استفاده کرده. به جز فیسبوک، توییتر و گوگل هم مجبور به پاسخگویی و اعضای کنگره آمریکا شدند.
اگه کلمه ابله رو گوگل کنین یه عکس دونالد ترامپ میاد. How do you explain این تبعیض گوگل علیه دیدگاه‌های محافظه‌کارانه رو چجوری توضیح میدین؟ بهتون اطمینان میدم که ما بدون توجه به دیدگاه‌های سیاسی کار میکنیم. الگوریتم‌های ما اصلاً جهت‌گیری سیاسی رو نمی‌فهمن. ولی سال 2018 برای قول‌های فناوری خبرهای خوب هم داشت. اوایل ماه اوت ارزش شرکت اپل حتی قبل از آنکه جدیدترین مدل‌های آیفون را رونمایی کند به 1 تریلیون دلار یعنی 1000 میلیارد دلار رسید. یک ماه بعد ارزش شرکت آمازون بزرگترین خرده فروش اینترنتی هم از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرد. هرچند که ارزش هر دو شرکت در ماه‌های بعد روندی نزولی داشت و این مایکروسافت بود که بعد از 2 دهه دوباره به گران‌ترین شرکت جهان تبدیل شد. در مقابل رمز ارزهایی مثل بیت کوین سال سختی را پشت سر گذاشتند. بیت کوین که قیمتش اواخر 2017 به مرز 20 هزار دلار رسیده بود، در یک سال بیش از 80% افت ارزش داشت و ارزشش به کمتر از 3500 دلار کاهش یافت. حباب بسیاری از رمز ارزهای دیگر هم در طول سال ترکید. شرکت سامسونگ نخستین موبایل با صفحه نمایش کاملا تاشو به نام اینفینیتی فلکس را هم به نمایش گذاشت. این گوشی احتمالاً اوایل 2019 به بازار می آید. گوگل هم پیشرفتش در زمینه هوش مصنوعی را با فناوری دوپلکس به نمایش گذاشت. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. سیستمی که به جای شما تلفن میزند یا جواب تلفن را میدهد. ولی اتحادیه اروپا گوگل را بابت مجبور کردن سازندگان گوشی به نصب اپ‌های جستجو و مرورگرش روی گوشی‌های اندروید 5 میلیارد دلار جریمه کرد. گوگل از روش‌های غیرقانونی برای تحکیم جایگاهش در جستجوی اینترنتی استفاده کرده. سربازان سایبری ایران بارها در طول سال 2018 خبرساز شدند. در نخستین روزهای سال بی بی سی فارسی و نیویورک تایمز نتایج تحقیقی را منتشر کردند که نشان می‌داد چگونه چند گروه هکر مرتبط با حکومت ایران مقام‌های دولت را هدف گرفتند. می‌بینید که وقتی مثلا به نماینده‌های مجلس اسرائیل یا فعال‌های حقوق زن مقیم بریتانیا حمله میشه، همزمان و دقیقاً با همون ابزارها اعضای دولت روحانی رو هم هدف می‌گیرن. در طول سال توییتر، فیسبوک و گوگل از شناسایی و بستن سایت‌ها، صفحه‌ها و گروه‌های خبر دادند که از جانب ایران ولی در ظاهری خارجی مطالب و محتوای مطابق با سیاست خارجی ایران منتشر می‌کردند. می توانید اینطور بگویید که 2018 سالی بود که بدگمانی به روسیه دامن ایران را گرفت. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. جلسه امشب رو با پخش ترانه جدید مهدی محمدخانی به پایان میبریم. با نام در سکوت میهن، خانم محمدخانی ساکن ایرانه و در سالهای اخیر در کشورهای زیادی هم کنسرت برگزار کرده. آهنگساز در سکوت میهن که ساعتی پیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حسین بهروزی نیاست و شعر آن از مسعود کلانتری. شب و روزتون خوش. شب پیمای من امید صبح شادیم.
خسته میگه یا ندم میهنم ای جان. پنهان به خود میخاندم پیوسته میگه یا ندم میهنم ای جان. روزی زنو گل میزنم روزی زنو گل میزنم بر بام و در از شادیت میرقصم و